با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه مبحث SQL در خدمتون هستم. ما جلسه قبل در رابطه با یادم رفت چی صحبت کردیم، لاجیکال اپراتورها صحبت کردیم و این جلسه میخوام در رابطه با یه موضوع مهم دیگه صحبت بکنیم. یه مثالی بزنم که ببینیم اصلا چرا میخوام این رو یاد بگیریم. فرض کنید از شما میخوان که میانگین سالری هر دپارتمان رو پیدا کنید. خیلی ساده میگید سلکت دپارتمان، از اگریگیت فانکشن استفاده میکنیم، average salary from students. بعد یک گروپ های هم اینجا باید بزنید بچه. Group by department. الان به ما میانگین سالری سافر انجینیرینگ و الکترونیک انجینیرینگ به ما داده، یکی 74000 خورده، یکی 59000. فرض کنید مدیرتون بهتون میگه که من میانگین همه رو نمیخوام، فقط اونایی رو میخوام که مثلا میانگینشون بیشتر از 60000 تاست. چیکار میکنید اینجور موقع؟ اولین چیزی که به ذهن شاد هر کسی برسه بگیم من خب میسیم یه ور می نویسم. بریم جواب میده. ور average salary بزرگتر از 60000 باشه. همین هم زیرش قرمز کشیده. چرا قرمز کشیده بچه ها؟ زیرش رو نگاه کنید. میگه ور is not valid at this position. چرا؟ میگه که آقا شما با گروپ بای نمیتونی ور استفاده کنی. پس من چیکار کنم؟ اگه شرط بخوام تهش بذارم چیکار کنم؟ اینجاست که یه کلمه دیگه میاد به نام having. میتونیم از having استفاده کنیم. میگیم که جملهش معنیش این میشه. از تیبل student دپارتمان رو با میانگین درآمدشون رو برای من استخراج کن. اونایی که سالریشون بیش از 60000 تا هستن رو فقط به من نشون بده. ببینیم بچه ها. چرا ارور داد؟ دور از اون ارور های عجیب غریب داره میده. MySQL Server Version؟ چی؟ بذارین ارور تو گوگل بزنه بچه ها. نهید بودم چیزی. بذار من یه لحظه اینو پاک کنم بچه دوره یاری این اجرا کنیم. خب این اوکی، الان تا اینجاش درسته. خب حالا بریم اینجا اینو یه بار دیگه بنویسم. من درست شد. نمیدونم دفعه قبل به چی ایراد میگیره، من دقیقا همین رو نوشته بودم. کاری نداریم. الان نکات اون یکی رو دیگه برای من نیاورد، چون اون یکی زیر 60000 تا بود. این فقط بالای 60000 تا است. پس هر وقت که شما نیاز بود که از شرط استفاده بکنید زمانی که گروپ پای دارید، باید از هاوینگ استفاده کنید. دیگه از ور نمیتونید استفاده بکنید. بیام راست داخل سایت دبلیو اسکول. چی میگه بچه‌ها؟ میگه که شما هاوینگ رو having میگه به SQL اضافه شد چون ورو نمیشد با aggregate function استفاده کرد. پس هر جایی که شما قراره aggregate function استفاده بکنید یا گروپ بای استفاده بکنید نمیتونید از ور استفاده کنید. اینجا باید از having استفاده بکنید. اوکی دیگه نکته دیگه نداره. نه نکته ای نداره. اوکی خیلی خب، بریم بیام جلسه بعدی راجع به ادامه موضوع صحبت بکنیم بچه‌ها. فعلا خداحافظ.